خلاصه ما رفتیم خدمت آقای تهرانی و ایشون هم شبانه اونو نوشت با همون روی برگه استنسل رو داد و اینا بردن چاپ کردن که 30 خرداد همون عملی شد. اگه یادتون باشه دیگه همون موقع جنگ مسلحانه داخل انتخاب کردین، دلیلش چی هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد از اینکه در منزل بودم محصول در مقام برگیم که این نظام نابود بشد به اجتهاد کردم این حیثات یا به این نشر لایت خوب لشت کلوخ انداز رو پاداش سنگه ترجمه همی عبارته، هم عجر را از سنگ اون سنگ میندازه و شمشیر میندازه او پرس کنید که تیر میندازه به این ور از این ورم تیر از اون ور. چرا به جدی که شهر فقط با شهر میشه دفع با بالا غیرتن و با مثلا تو رو خدا و اینها اثر نداره هیچ فرق. با اینکه در اولش اینا خیلی مثلا همین ها همین مجاهدین حدود یک سال و نیم ای تو سری خوردن و کشته بلکه بیشتر تو سری خوردن و خدای من هم یه مجده والله العلی العظیم من خودمو در بعضی از جهات بهتر از خوبه نمیدونم و من هم مجده مثل خوبی فرق اگه ولایت فقیه اگه مجده اگه پشت رعی مجده اثر داره و من هم مجده کجا رد الاجر من زجا این نشان لا یکو الا شر باید شر به شر جواب داد. مولا علی فرموده اگه اونا هم بگن ما این کارامون اسلامی میدونیم خب من یک مجتهد کاراشون ضد اسلام میدونم هر میدونم به عدد و ضد اسلام خبیثم و خبیث و ذاتم اصلا والله من شک در اسلام بعضیشون و بعضی هاشون والله علی العظیم یکی از اقوام نزدیکش که پیش من عادله قسم خود گفته که من نه معتقد به خدا نه معتقد به پیغمبر همین جنای همین کارا رو میکنم بالاتر از میشم خیلی آدم خیلی امضا کرده کشته شدن کشتن ها رو همه این کشتن ها همه این شکنجه ها اینا رو من دخالت میکنم برای که دنیا هر چی میخوام دنیا برام بر همه و من جز دنیا چیزی قبول ندارم و چیزی رو معتقد میکنم. بعضی از اون طرف اینا اعتقاد به خدا و پیغمبر هم ندارن چه تو اون شد اسلام و او شد مشتهد دیگران آقا از رایت الله خویی مشتهد نیست من مشتهد نیستم آقای گلپایمانی مشتهد نیست و اون آقای دیگه مثلا مشتهد نیست اون آقای دیگه مشتهد نیست همه میگن یا این کار خلافه اون اینو دارن نگه میدارن. پس میبینید که نسبت به کشتار یه عده یهود به عنوان حقوق بشر چه چه عاطفه نشون دادن و نسبت به 40 میلیون پس من به دروغ میگم اگر راست میگن این کار انجام بدن پس تمام حقوق بشر و تمام اینا بی خود اون جنبه اقتصادیست بخوان پایگاهی در خاورمیانه داشته باشن از برای که کشورهای دیگه یه خاورمیانه این اسمان. مسئله شما باید بدونید که تلاش استعمار همیشه این بوده که از قدیم یا از قدیم شما بخونید تو کتاب مقدس نوشته شده از زمان ایلامیان همیشه آدمای دنیا دو جور بودن یکی خواهان نابودی ایران یکی خواهان عظمت ایران بودن نه غیر ایرانی ها رو میگم غیر ایرانی که بعد تو ایران هم همیشه دشمنان ما داشتیم که تو خونه بودن اینها در خانه ما دشمن داشتیم. این سند ببینید این سند مال ایلامیان هست در کتاب مقدس که میگه خدا ترتیب همه اینا رو میده. خب الان هم تلاش همیشه از بعد انقلاب همین بوده این انقلاب اصلا آفریدن که ایران رو نابود کنن. محمد رضا شاه هم که در مورد ایرانستان شدن ایران میگه خب یک اشتباهی هست اینها میکنن و اشتباه اینه که میگن آقا رضا شاه با هیتلر همکاری کردی ایرانی ها همش آوریایی میگن آریامنش رو میکشن این هم غلطه. برخی از یهودیانی که این رو تو ذهنشون کردن به شاگم غلطه سندش هم الان آقای امیر طاهری بزرگترین روزنامه نگار جهان نه ایران چند زبان صحبت میکنه برنامه میسازه یه شخصیتی امیر طاهری ببینید چی میگه. آقا رضا شاه جون یهودی ها رو نجات داد من اینو به رهبران بزرگ یهودی مثل برنارد هانلی لوی و دیگران اینجا گفتم صحبت کردم پذیرفتن حرفاشون رو پس گرفتن. حالا هم یک سری اطلاعات همون که اول بهتون گفتم آدمی که اطلاعات غلط دارن روشن فکر و دانشمندان چجور میشه خرج کرد تو دارن خر نشه کسی ایران سرزمین یهودی ها بوده و هست رضا شاه هم یهودی ها رو نجات داد نه اینکه بکشه. این هم سند آقای امیر طاهری است گوش کنید. روابط ایران و هیتلر با که هیتلر سر کار بود تیره شد بر سر موضوع
یهودیان ایران، چون در نقشه یهودیان جهان که گذاشته بودن که اگه آلمان اینجا رو فتح کنه یهودی ها رو بکشه، ایرانی هم جزش گذاشته بودن. ایران گفت ما اینا قبول نداریم، به سفیر ایران رو برگردوندن به تهران. بعد هیتلر دستور داد که یک کمیته مخصوصی تشکیل بشه به ریاست رودولف هس، نفر دوم خودش، در 1936. و این شرح مفصلش رو میتونید در کتاب 100 سال دوستی ایران و آلمان مال آقای ماتیاس کونسل بخونید که الان فارسیش هم منتشر شده. و منشی این کمیته آقای هانس گورگ کیزینگر بود که بعد شد صدر اعظم آلمان، اومد به تهران و من باهاش مصاحبه کردم. و در اونجا ایرانیا نظرشون این بود که یهودیان ایرانی ایرانیان یهودی هستن و دینشون یهودیه، فقط یه دم ایرانی هستن که دینشون مسلمونه، زردشتیه، نمیدونم بودایی، هرچی هستن، ولی ایرانیت به خون و دین و اینا ربطی نداره، ایرانیت به ایرانیت ربط داره. ما مسیحی داریم، نمیدونم بی دین داریم، همه جور چیزا، ولی همه ایرانی هستن. و این تنها موردیست که هیتلر برخلاف نظر آیشمن که مسئول تصفیه یهودیان جهان بود، نظر ایران، ولی شوربختانه همیشه بودن که افرادی که خان نابودی اسرائیل هم هستن، خان نابودی ایران هم هستن، اینها یهودیایی هستن که یهودیت رو ول میکنن، میگن آقا ما مسلمون شدیم. توی ایران از زمان الله داد اسم اینا رو گذاشتن آنوسیا. تنها کسی هم توی ایران با اینا مخالف بود و مخالفت کرد هاشمی رفسنجانی بود. نوشته بود درباره یهودیان تازه مسلمان شده آنوسی ها: مراقب نفوذ چهره‌های مشکوک مسلمان نمایی که با پای برهنه به زیارت برخی اماکن مذهبی خصوصاً الان می‌روند ولی در خفا با یهودی‌های ارتباط دارند باشید. برخی مسلمانان داعشه در خدمت اهداف اینها هستند و الی آخر. ببینید این هاشمی رفسنجانی است که نوشت و ترتیبش هم دادن. این خط انحرافی بیشتر در پی تهییج مردم و استفاده ابزاری از احساسات مردم مسلمان معتقد به اهل بیت و حتی امام زمان عجل الله تعالی، اینا بیشتر دوست دارن مردم در هجوم کورکورانه و اماکن متبرک وزیر دست و پا کشته شوند تا اینکه چه بکنن. اینا ایشون خودش چی فکر میکرد؟ رفسنجانی. بعد آخر من این زدنش ترتیب شده دادن. بعد از اون دیگه بقیه همه آنوسیا الان قدرتی گرفتن، اینا ضد اسرائیل هم هستن، میخوان اسرائیل معبود بشه. چرا؟ چون اسرائیل دولتی است که بایستی توسط موشه بیاد، امام زمان، همون سوشیانت ما، همون که ما معتقدیم سوشیانت میاد یا میترا میاد، ناجی، نجات دهنده. این تئوری و فرضی است که از زرتشت گرفتن. مسیح، کوروش میگن مسیح بود، یعنی نجات دهنده بود، ولی عیسی مسیح رو قبول ندارن که نجات دهنده بود، میگن این نبود، دروغ بود، محمد هم دروغ بود و همچنان منتظر یک نجات دهنده هستن. میگن نجات دهنده باید بیاد دولت اسرائیل تشکیل بده. الان که اینا که تشکیل دادن باید نابود بشه، برای اینکه الان جورج سوروس هم میگه باید نابود بشه، علی خامنه‌ای هم میگه. بعد علی خامنه‌ای فکر میکنه که بایدن رو این انداخت، با پولای استفاده کردن، ولی سوروس انداخت. سوروس قسم خورده بود من میندازم، یه میلیارد دلار خرج کرد با پولای مثل جمهوری اسلامی و ترامپ رو انداخت، بایدن رو رئیس جمهور کرد. اون رهبر فکری علی خامنه‌ای نوچه است، علی خامنه‌ای دنباله روه. اون زمان هم چند سال پیش شادروان پرویز اصفهانی روزنامه نیمروز یک لیست زد صفحه اول تمام آنوسی ایران. من گفتم پرویز اینا یک سری چه که خب ما میدونستیم، بقیه تا کجا بودی؟ گفت رئیس جمهوری ایران اطلاعات خودشون دادن. آره که همین رایفی پور، آقای شریعت مداری، روزنامه کیهان، آقای زرقامی، احمد اینجا، همین رو توش بودن. خب آقای شریعت مداری الان اومده میگه که باید بزنید حیفا رو، بزنید علی خامنه‌ای که قبلا چوسیش میداد که ما حیفا رو میزنیم. ایشون هم دارم آقا شریعت مداری که خیلی آدم عاقلیه، میدونه اگه حیفا رو که سهله، اگه یه بمب ایران بندازه توی حیفا با خاک تهران یکسان میکنن. در فرهنگ، اندیشه، تفکر و فقه یهود اینه که اگه یکی زد دو تا بهش بزنی،